سلام، دیجی داستیل هستم با یه برنامه دیگه از جیوان شو، برنامه که کار مشترک فارسیوان و رادیو جوانه. امروز تو اومدیم یه جا برنامه رو ضبط کنیم، این آقای کارگردان منو جای خطرناک می‌بره. امروز هم فرستادن نقشه بدی برام کشه، فقط گفت حاضر کن خودت لباسای ورزشی بپوش. سارا هم در ضمن برگشته، در ادامه برنامه خواهید دیدش. این هفته برنامه رو با یه آهنگ تقریبا آروم شروع می‌کنم که خودم هم از خواب بیدار شم. سیرکو کافه، خواب خوب. اینو براتون میذارم، یه ذره سرحال شیم ببینیم چه نقشه‌ای برام ریختی این آقای کارگردان. یه خواب خوب، یه صبح نا، یه خواب خوب، یه صبح نا، یه چای داغ و چشمه یا، یه چای داغ و چشمه یا، دوباره باد سرنوش خبر دهد ز بویش، خدا خودش به خیر کنا. فهمیدیم چه نقشه برام کشیدنه. دیواره باید برم بالا، بعدش هم زه بچرخم. خلاصه خدا رحم کنه دیگه، دست و پامو شکست. قسمت بعدی رو روی برانکار بیمارستان براتون، آمبولانس براتون برم. اینا رو لطفا بگیم. درستم آهنگ بعدی رو هم بگم، نیمان و فرهاد جهانی، با من باش. چه خوشحالم وقتی که کنار منی، دلیلی نداری واسه جدایی با حرفای بیمنیت. این حرفای دل من و تو با هم دیگه هیچ فرقی نداره، عشق بین ما نمیتونم و نمیشه بر نمیداره. تنها با تو حالم خوبه، تو که خوب میدونی نباشی روی گونه ها شناس که میشناس این کاراشو، لب دریا وابسته یا این خیلی فرش و نو. همین امروز صبح اومد تو سایت به نام کجا میری. کجا میری، کیو میخوای، چرا با من نه 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 دیگه را نمیای، با من بمون وسط، من همون میشم. آقا زندگی زیباست بالا، واقعا الان میفهمم به خود زندگی زیباست. من نمیدونم آخه این موزیک شو آخه چی کار به این چیزا داره، بالاخره تو ما رو شلو پر نکنم بله میکنم. زندگی زیباست سعید مادره. صدای خشخش برگا زیر پاها تو پاییز، شبای سرد بیروح و دل از قصه لپریز، شاید یاد کسی باشی که دیگه نیست هرگز، شد فرصت کنی حتی بهش بگی خدافظ. سلام، سارا هستم، خیلی خوشحالم که دوباره برگشتم. جای همتون خیلی خالی بودش و خیلی هم خوشحالم که جای دیجی داستین نیستم. خب میریم سر اولی موزیک ویدیویی که واسه این هفته براتون انتخاب کردم. آهنگ فوق‌العاده قشنگی هستش از میلاد آزادفر به اسم آروم بگیر. ویدیوش فوق‌العاده قشنگ هستش، بریم با هم نگاه کنیم. امیدوارم خوشتون بیاد.
عشقم، من پا به پات هستم، عشقم رو باور کن وقتی با هات هستم، آروم بگیر نازم، آغوش من بازه، هر شب برای تو یه خونه می سازه، آروم بگیر عشقم، من عاشقت میشم وقتی تو اینجایی تو قلب آتیشم، آروم بگیر آروم دستامو باور کن، حال دلامونو امشب تو بهتر کن، بگو از احساست من باورم میشه، عشق تو تو قلبم محکم ترم میشه، نترس بدون تو جایی نمیرم من، بیا که دستاتو محکم بگیرم، من گفته بودم عشق هر ساعتم میشی، نترس که میدونم تو قسمتم میشی، گفته بودم عشق احساست، من باورم میشه، عشق تو تو قلبم محکم ترم میشه، نترس بدون تو جایی نمیرم من، بیا که دستاتو محکم بگیرم من. موزیک ویدیوی بعدی که واسه این هفته براتون انتخاب کردم از ادی عطار هستش که با مروارید یه همخونی داشته به اسم دلخوشی. بریم با هم ببینیم. عاشقم دیوونتم من، با تو زنده میمونم من، من بی انگیزه سرد تو رو دارم ندارم در، عاشقم دیوونتم من، با تو زنده میمونم من، من بی انگیزه سرد تو رو دارم.
ندارم درد، ندارم درد. بشینی بشینی به پای حرفام، نکنم حس که خیلی تنهام. منو از دوری نترسون که با فاصله رفیقم، چیزی از تو من نمیخوام، آخه خیلی دیگه سیرم. میگی با جدا جورم، میگی که همیشه دورم، پای قصه هات بشینم، باز میگی که خیلی دیرم. نفسم بذار یکیشیم، هم دلا برای همشیم، پای قصه هات میشینم، هرچی خواستی من همون. قسمت مصاحبه این هفته با یکی از خواننده های خوب جوان ایرانی آقای ادی عطار هستیم. ادی جان سلام، حالت خوبه؟ مرسی مرسی، سلام میکنم به شما و تمام بینندگان عزیز که هر جای دنیا باشن. ادی جان یه ذره از خودت بگو، چند سالته؟ اصلا چطوری پات به دنیای موسیقی باز شد؟ من اولا فکر کنم تشکر کردم، ولی خواستم بگم که خب بالاخره شما هم خیلی وقت میذارین روی این برنامه، خیلی تایم اسپند میکنین و دوست داشتم یه قدردانی خیلی خیلی بزرگ بکنم اینجا، چون واقعا یه سری جوونا که میان تو مارکت موزیک ایرانی به کمک‌های مثل شما احتیاج دارن و اون ساپورتی که شما میدین به نظر من یه کار خیلی مثبتی هست که این مارکت لازم داره. اینو می‌خواستم قبل از برنامه بگم. سارا جان من 26 سالم هست، متولد ایران هستم، شیراز. 10 سالم بود از ایران اومدم، یه راست اومدیم آمریکا، با خانواده اومدیم آمریکا. از کوچیکی علاقه به موسیقی خیلی داشتم، یعنی یادم میاد تو هر البته از هر خواننده بپرسی موزیکو مثلا از که شروع کردی، خب همه میگن از 5 سالگی میخوندن. داستان منم همونه. خب حالا با این تفاصیل، خوندن رو بیشتر دوست داری یا ساز زدن رو؟ سوالای خیلی سختی میپرسی. نه خب من اول با علاقم بیشتر به خوندن بود و دلیل که ساز برداشتم یه داستان خیلی جالبی داره. من موقعی که 14 سالم بود، خب مامانم همیمد میدید این بچه همش تو اتاقش داره میخونه، مثلا من آهنگای کسای دیگر رو میذاشتم روش میخوندم. بعد مامانم یه روز به من گفت ادی میدونی یه آقای هست به اسم آقای شهبال شپره و این کمک میکنه جوونا، آقای شهبال کمک میکنن که اگه جوونا دوست دارن کار خوانندگی رو به عنوان پروفشنال و حرفه‌ای انجام بدن، ایشون کمکشون میکنه. و من به مادرم گفتم اوکی، خب من نمیشناختم البته اون موقع اونشون رو، ولی گفتم اوکی that's great why not. خیلی دوست داشتم، خیلی خوشحال شدم. یه روز من برادر آقای شهر دیدم، آقای شهرام رو دیدم و خیلی خجالت زده. مامانم گفت خب برو شماره مثلا برادرشون رو بگیر، زنگ بزن باش صحبت کن. گفتم مامان من از این کارا نمی‌کنم، من روم نمیشه. بعد خلاصه به قول آمریکایی‌ها میگن لانگ استوری شورت، نخوام سرتون رو در بیارم، مادرم رفتن شماره آقای شهبال رو گرفتن و من همون در حدود یک هفته با آقای شهبال یه میتینگ گذاشتم که شهبال گفت ادی جان میخونی؟ گفتم آره. گفت ساز چی میزنی؟ گفتم هنوز هیچی. گفت اوکی برو هر وقت یه ساز زدی برگرد پیش من. هیچ وقت یادم نمیره. منم رفتم کلاسای پیانو. پس یعنی از زمانی که خواستی وارد بلک هات بشی طول کشید تا وقتی که واقعا وارد گروه شدی؟ شهبال من موقعی که ایشون دیدم، من 14 سالم بود، شهبال گفت ادی جون
تو الان من نمیدونم با تو چی کار کنم. تو 14 ساله، آخه من اون موقع مثلا خیلی هم لاغر بودم، خیلی کوچولو موچولو بودم. آخه ادی جو من با تو چی کار کنم آخه؟ کی تو رو سیریس میگیره؟ من تو رو کجا بذارم آخه؟ با چی بودن؟ یعنی بعد منم خب البته خیلی آدم صبوریم، از اتفاقا خودم از کارام هم میبینین دیر به دیر کار میدم بیرون. آدم صبوریم. به شهوال گفتم آقا شهوال جو من صبر میکنم. بالاخره یه جوری ما این رابطه رو همین جوری نگه داشتیم. بالاخره حالا چه ربط به موسیقی داشت یا چه ربط مثلا به رفت آمد خانوادگی داشت، این رابطه رو ما نگه داشتیم تا وقتی که من احساس میکنم 18 یا 19 سالم شد که بعد از کامیار عزیز شهوال جون زنگ زدن و داستان بلکت رو گفتن که الان کامیار میخواد بره کار خودش انجام بده و من میخوام یه بلکت جدید درست کنم. شهوال گفت که ادی جون من میخوام این دفعه بلکت رو مثل قبلا کنم، دوتا خواننده کنم. و من گفتم اوکی شهوال جون، من این نظر رو اتفاقا خیلی دوست دارم، خیلی نظر خوبیه و احساس میکنم اصلا اگه بتونیم یه شخص رو پیدا کنیم که به من بخوره یه پکیج خیلی خیلی خوب میشه. و من اون موقع با سامی عزیز دوست بودم، کارهای موسیقی رو جدا میکردیم با سامان. یه روز زنگ زدم بهش گفتم سامی جان حاضر شو من میام دنبالت بریم خونه شهوال. رفتیم خونه شهوال، من شروع کردم پیانو زدن خوندن، سامی هم گیتار زد، با هم خوندیم. همون موقع شهوال گفت اوکی دیگه that's it، این شد بلکت. ما از هفته بعدش داشتیم رکورد میکردیم. خب چطوری یه مقدار در مورد کار اخیرت صحبت بکنیم؟ آخرین آهنگی که دادی بیرون یه همکاری با مروارید بودش، آهنگ دلخوشی. چی شد که با مروارید کار کردی؟ اصلا چه جوری با هم آشنا شدیم؟ مرواریدم با آقای شهوال گروه سیلوتو که درست کردن، خانم مروارید خواننده آخر گروه سیلوت بودن، آخرین خواننده گروه سیلوت بودن که ما خب بالاخره we had the same producer. از همونجا آشنا شدم. من به نظر من خانم مروارید یکی از بهترین خواننده های زن ایرانیه، برای که یه سری توانایی ها رو داره که من احساس میکنم خیلی ها نشنیدن هنوز. چون خانم مروارید is first of all classically trained، آپرا میخونه، and she's just really an amazing singer. بعد به همین دلیل من خیلی دوست داشتم با ایشون کار کنم. و آهنگ آخری هم که اومد بیرون، شعر و آهنگش خودم با تنظیمش خودم کرده بودم و یکی از دوستای خیلی خوبمون به اسم خانم سلماز صابری که کارهای آمریکایی رو بیشتر انجام میدن، ازشون خواهش کردیم که ویدیو رو واسمون درست کنن. ادی جون ما که از صحبت باهات خسته نمیشیم، اما قبل از اینکه خدافظی کنیم و مصاحبه رو تموم کنیم، چیزی هست که خودت دوست داشته باشی اضافه کنی، به مخاطبات بگی؟ سارا جان میدونم وقت اینترویو تموم شده، ولی خواستم یه تشکر خیلی 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 مخصوص از ته قلب به تمام طرفدارایی که منو تا الان حمایت کردن، چه از زمانی که تو بلک هات بودم و چه از زمانی که جدا شدم. و دست همتون در نکنه که با من صبوری کردین و منتظر آهنگای من بودین. میدونم بعضیا بهم میگن کم کار، ولی خب بهتر آدم کم کار باشه ولی کارهای خوب بده بیرون. و من همه سعیم اینه که کارهای خوب واسه شما بدم بیرون. بازم تشکر میکنم از شما. بازم ممنون از اینکه وقتت رو بهمون دادی. امیدوارم که همیشه موفق باشی. قربان خدا. مرسی. Thank you. خب دیجی داستین هم که هنوز مشغول صخره‌نوردی هستش، هنوز از اون بالا نیومده پایین، ما گفتیم از زمان استفاده کنیم و توی این فاصله بریم سر قسمت بعدی برنامه که میخواییم باهاتون در مورد چالش سطل آب یخ ALS صحبت بکنیم. مطمئنم خیلی هاتون در مورد شنیدین یا یه سری ویدیوهای در موردش دیده باشین. یه حرکتی هستش این چالش سطل آب یخ، یه حرکتی هستش که برای افزایش آگاهی در مورد بیماری ALS و همچنین جمع‌آوری کمک هزینه به محققان و مؤسساتی که مشغول یه سری تحقیقاتی هستن که راه درمان این بیماری رو پیدا بکنن هستش.
قوانین این چالش هم به این شکل هستش که یه نفر به چالش کشیده میشه و وقتی که به چالش کشیده میشه باید حتما یا یه سطل آب یخ رو سرش خالی کنه و $10 به این مؤسسه ها کمک بکنه یا اینکه $100 به این مؤسسه ها کمک بکنه اگه که نمیخواد سطل آب یخ رو سرش خالی بکنه. همونطور که قبلا گفتم این حرکت فوق العاده همگیر شد و از مردم عادی گرفته تا ستاره های معروف دنیای موسیقی و سینما و سیاستمدارا توی این چالش شرکت کردن. ما هم یه مجموعه از ویدیوهای هنرمندای عزیز براتون آماده کردیم. بریم با هم ببینیم. جنبش یه سری منتقدین و مخالفین خاص خودشو داره، من جمله حامیان مؤسسه های خیریه دیگه که برای مشکلات دیگه جامعه یا بیماری های دیگه جامعه فعالیت میکنن معتقد بر این هستن که این حرکت باعث شده که توجه مردم نسبت به مشکلات دیگه جامعه و مؤسسات خیریه دیگه که احتیاج به کمک مردم دارن کمتر بشه. برای همین بهتره که سعی کنیم همیشه تعادل رو نگه داریم و زیاده روی نکنیم و اگه میخوایم آدم های خوب باشیم برای همه خوب باشیم. واسه خیابون فرعی این هفته یکی از بچه های ویدیو خیلی مشتی برای ما فرستاده، از بچه های مشهد. من تا حالا نمیدونستم مخنده یعنی چی. این رو هم ببینیم. سه تا جوون، چهار تا جوون خیلی باحال نشستن قلیون میکشن، این آهنگو دارن میخونن و با گیتار میزنن. مخنده، بخندین آقا جون، یعنی بخندی، یعنی مخنده یعنی میخنده. شراب خورده مخنده؟ کشرابی گوشرابی مخنده 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 گوشرابی که مره میزونه میزون بکنه، یعنی راستش مثل افیون مره نشنه بکنه، حبه روتون بباره مست و غزل خون بکنه، بین چخته آسمون موره دلنگون بکنه، فارغ از درد نداری یا غمه نون بکنه، فارغ از درد نداری یا غمه نون بکنه، مخنده 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 مخنده. دیشو از ما بسرام غیر نونش یار بخواد، دخترم گریه میکرد دفتر عکسدار میخواد، زنم از ما بره زارش پول نهار میخواد، میشه آیا که خدا مخلص بارون بکنه، فارغ از درد نداری یا غمه نون بکنه، فارغ از درد نداری یا غمه نون بکنه، مخنده 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 مخنده. بابای بیدندونم
یره غز ما خوراک سوب مخم ای بابا یره ننه جونم سر پیریزم و مینی جوب مخم جونه بابا دخترم نق مزنه حلقه یه هولا روب مخم مخه موره پسرم سنگ پلخ بوم بکنه فارغ از درد مداری و غم نون بکنه فارغ از درد مداری و غم نون بکنه مخنده 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 با آخر یه قسمت دیگه از برنامه جی وان شو رسیدیم. منتها قبل از خدافظی من میخوام یه فیچر دیگه از ویژگی‌های موبایل سونی اکسپریا زد رو براتون نشون بدم که در حقیقت مربوط به قسمت عکاسیش هستش. قسمت بک‌گراند دی فوکس هستش که شما از شیئی که مورد نظرتون هست عکس می‌گیرید و بک‌گراند رو براتون تار می‌کنه. چطور نشون بدم؟ این فیچر یه ویژگی هستش که فقط توی دوربینای عکاسی حرفه‌ای میشه ازش استفاده کرد. ولی با داشتن این موبایل شما میتونین بدون اینکه یه دوربین حرفه‌ای داشته باشین عکسای حرفه‌ای بگیرید. خیلی خوب. اینم از این. یادتون نره که لینک برنامه جیوان رو میتونید توی صفحه فیسبوک فارسیوان ببینید و اگه دسترسی به این لینک براتون مشکل هستش میتونید از VPN استفاده بکنید. فراموش نکنید که ما منتظر ویدیوهای جالب شما برای چه نسخه جلی و چه خیابان فرعی هستیم. هشتگ جیوان رو فراموش نکنید و مهمتر از همه اینکه هر سوال یا نظری در مورد این برنامه دارین برای ما بنویسین، با ما در تماس باشین و ما به تک تکتون در اسرع وقت جواب میدیم. امیدوارم که هفته خیلی خوبی داشته باشین. دی جی داستین هم انقدر از این صخرا بالا پایین رفتش که دیدنی خیابان فرعی هم خوابیده مجبور شد بگیره، دیگه افقی شده بود نمیتونه سر پا وایسه. از من خواست که از طرف اون از همتون خدافظی بکنم. امیدوارم که هفته فوق العاده خوبی داشته باشین، شاد و سرخوش باشین. تا برنامه بعد، خدا حافظ.